حادثه غیر عادی در ناحیه رشت گزارش داده بودیم که سردختور بیمارخانه از داروخانه بیتاری دارو خریده خود را از بیماری التهاب شش تبابت کرده است. طور معلوم شد تبابت آدمان با دارو از التهاب شش و یا پنیمنیه بوزها در رشت هنوز ادامه دارد و گفته می شود موفق هم هست. همکارم میرزانبی خالقزاد موضوع را ادامه می دهد. قابل جان گیویف سردختری بیمارخانه مرکزی ناحیه رشت از عالمان و پژوهشگران دعوت دارد ترکیب داروی پنیمنی بوزها را سنجند و ادعا دارد وضع سلامتی چندی از بیماران که از پنیمنی رنج می بردند پس از استفاده همین دارو رو به بهبودی نهاده است. من توصیه دادم که استفاده کردیستان بسیار داروی نازا یوردن کردیستان بسیار خوب است. اما شعبه بیماری سیرویتی 12-13 نفر که حالت وزمین بودن، پنیمانیوی وزمین بودن، 3 نفر در دستگاه نفس تنی بود، ای حالت بر اومدن، بعد گذاروندن دارو. آلیما و آموختت، تیسترک هرچی، در توصیه بودن در کوکی استفاده کنن مردم خوب شوا. رادیو آزادی چند روز قبل در باری شفا یافتنی او از التهاب شش با استفاده از همین دارو خبر داده بود. گیویف روزی 11 می در صحبت با رادیو آزادی گفت سلامتی چند نفری دیگر بعد استفاده از این دارو بهبود یافته است. در همین حال یک همصحبت رادیو آزادی خبر داد که گیویف اخیراً برای تبابت ملیسه های بیمار به گاسپیتال دعوت شده است. خودی گیویف در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تصدیق و یارد نکرد و نخواست در این باره صحبت کند. وی تنها از این دارو به تکرار ستایش کرد که می تواند بیماران را شفا بخشد. رادیو آزادی به دلیل آنکه فایده این دارو اثبات نشده است از نشر نام آن خودداری می‌ورزد. دارویی که از آن گیویف استفاده کرده است در هلند استحصال شده و برای دوای بیماری های راه های نفس چاروای کلان و خرد استفاده می شود و در ترکیبش استرپتامیسین دارد. این دارو در فهرست سازمان جهانی تندرستی ثبت شده است. وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید در این باره اطلاعی ندارد و برای معالجه از کووید 19 دستور عملی مخصوص آماده کرده است که طبیبان باید بر پایه آن عمل کنند.